هدایت جلالت ناب محترم وزیر صاحب امور داخله و معین صاحب ارشد، به خصوص هدایت قماندانی عمومی سرحدی بر ما اینمی بوده که ما باید پرسنل در نقاط آسیب پذیر جای به جای بکنیم و برای ازی پرسنل بیشترتر در نظر گرفته شده که پرسنل عملا از اینمی دقیقی که ما شما ششتیم در نقاط آسیب پذیر عملا جای به جای شده میره و در رأسش هم کسی تعیین شده و این مسئولیت تام از ایره داره که باید تدابیر خاص میدان هوایی بین المللی کابل با عهده داشته باشه. دقیقا مناطق آسیب پذیر که مخالفین مسلمه تنازو استفاده کنه و حملات خود مستقیما بالا میدان هوایی بین المللی کابل انجام بده، کدام مناطق هستن به نظر شما که در اطراف میدان فعلا وجود دارن؟ برای شما هویدا است این موضوع که اکثرا دشمن از نقاط ضعیف استفاده میکنه، مثلا بلند منزله هایی که نو اعمار شده باشه، جنگل زار و نقاط آسیب پذیر کوچه و پس کوچه هایی که چیز باشن و در قولی از نقاط استفاده میکنن که ضرر بیشترتر به مردم عام برسانن که متاسفانه در چهار اطراف ما بلند منزله های نیمه کاره و همونتو گپا بسیار زیادتر معلوم میشن. به هر صورت ما تدابیر خود گرفتیم انشاءالله و رحمان که به کمک و یاری خداوند جل عظمته و کمک و همکاری مردم خود در آینده دشمن مجال زیر نخواهد داشت که کدام عملی را اجرا بکنه. بله آقای حق نواز، قسمی که ما شما شاهد هستیم سال قبل و حتی چندین بار دیگر هم مخالفین مسلط هستند که بالای میدان هوایی بین المللی کابل حمله کنند، یعنی این بار شما چی اطمینان داده میتونین که تصمیمی که یا تدابیر که شما گرفتین در همانگی با بقیه نیروهای امنیتی، چقدر شما مطمئن هستین که بار دیگر همچو حوادث تکرار نخواهد شد؟ مطمئن بری هستیم که در قدمی اول خو با همه دوستایی که مثلا اردوی ملی است، پلیس ملی است، قوای سرحدی است، با هم یک جای ششتیم، نقاط آسیب پذیر از نزدیک دیدیم و به این نظر رسیدیم که باید تمام نقاط آسیب پذیر ما تحت پوشش خود داشته باشیم. اگرچه متاسفانه از نقاط بسیار دور هم بعضا راکت ها را شارت میکنه، حتی در اون نقطه هم ما باید گزمه ها و کمین های خود داشته باشیم. دقیقا یعنی دیگه سر شما کدام اقدام کردیم که نقاط دور دست هم به نظر بگیرین و تحت پوشش صحیح بله 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 واقعیت هم اون نقطه هم تحت نظر گرفته شده، به خاطر از اینکه ما تصمیم بری گرفتیم که به یاری خدا ما بتانیم که دشمن دیگه مجال زیره نداشته باشه که بالای میدان هوایی کدام عمل را اجرا بکنه، با او خاطر نقاط دور دست هم مد نظر گرفتیم. در مورد حمله اخیر اگر معلومات بتین که چقدر باعث شد که خساره وارد شد به خود میدان هوایی بین المللی کابل، یا آیا این حوادث باعث از این شده که به طیاره ها یا سیستم های مختلف میدان آسیب برسه؟ از نگاه مسلکی ما دقیق نیستم که خسارش چقدر باشه، ولی اما قدر گفته میتونم که طبیعی از جنگ خساره دارد، ولی به او حد نخواد بود که عدم قیاس بکنه.